بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومخربي شريعتهم لا سيما الجبت والطاغوت وابنتيهما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك علي وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا این جمعه هم گذشت و تو اما نیامدی ابن الحسن این جمعه هم گذشت و تو اما نیامدی قلبم شکست منجی دنیا نیامدی دیگر کنار آمدم از پشت پنجره تا که نبینم ای مه یکی تا نیامدی امام زمان دیشب دلم برای تو آقا گرفته بود دادم به سینه وعده فردا نیامدی نیامدی ابن الحزن وقتی اذان مغرب امروز گفته شد این شد ردیف کل غزل ها نیامدی نیامدی امام الزمان آقا جان امشب دوباره از غم تو بغض می کنم حتماً به خاطر گناه ما نیامدی یا ابن الحسن یا ابن همه یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان امام زمان صلواتی نام بفرمایید خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم آیه‌ای دارد امروز میخوام یک مسئله از قرآن براتون بخونم
میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. خداوند میفرماید که چرا یک عده‌ای از هر قومی از هر گروهی کوچ نمی‌کنند، مسافرت نمی‌کنند؟ چرا؟ برای اینکه تفقه در دین پیدا کنند، به مسائل دینی آگاهی پیدا کنند و وقتی که برمیگردن به سمت قومشون اونها رو از احکام دینی آگاه کنند. در قدیم رسم بود، بزرگترها یادشون هست حتما، هر روستایی یک نفر رو از نظر مثلا مالی ساپورت میکردن، میفرستادن شهر، مکتب خانه، حوزه، علوم اسلامی رو یاد بگیره، برگرده و برای اونها احکام بگه. متاسفانه این فهم قرآنی که در اون زمان وجود داشت کمرنگ شده در میان جامعه مسلمان ها. وجود مبلغ در جامعه وجوب کفایی داره. وجوب کفایی یعنی چه؟ ما دو نوع واجب داریم، یه واجب عینی داریم، یه واجب کفایی. واجب عینی یعنی اون کاری که همه برگردن هممون واجب انجام بدیم. همه واجب نماز صبحمون صبح میخوندیم، نماز ظهر، نماز مغرب، برگردن تک تک ما واجب بود انجام میدادیم. یه واجب کفایی داریم، مثل غسل میت. وقتی کسی از دنیا میره تمام افرادی که آگاهی پیدا میکنن از فوت او واجبه که برن غسلش بدن. خب اگه دو نفر رفتن چی؟ از بقیه ساقط میشه. دو نفر رفتن غسلش دادن، این تکلیف از بقیه ساقط میشه. وجود مثلا دکتر، نانوا در جامعه وجوب کفایی داره و بنز نیاز. اگه مثلا وبا اومد همه دکترها خدا نکرده از دنیا رفتن، همه نانوا از دنیا رفتن، برگردن تک تک ما تو این شهر واجب میشه که بریم این علم رو یاد بگیریم به اندازه که میتوانیم و مریضی های مردم رو مثلا خوب کنیم. اگه مثلا 100 نفر رفتن به اندازه ای که نیاز هست مردم رفتن، دیگه این تکلیف از بقیه ساقط میشه. این واجب کفایی معناش. حالا وجود مبلغ هم در جامعه وجوب کفایی داره، یعنی باید به اندازه نیاز در یک جامعه مبلغ وجود داشته باشه، مبلغ دین اسلام. من از شما سوال میکنم، به نظر شما آیا وجود داره الان یا نه؟ یه نگاهی دور براتون بکنید، در همین شهر خودتون، در همین جامعه افغانهایی که هستید. این وجوب برگردن تک تک شما هست، جوانان عزیزی که اینجا هستن، اونهایی که تواناییشو دارن، استعدادشو دارن، کوچ کنن. فلولا نفره، آیه قرآن میفرماد چرا کوچ نمی کنید؟ قرآن سوال، حالت سوالی مطرح میکنه، یعنی من خدا از شما انتظار دارم این کار رو انجام بدید. فلولا نفره من کل فرقته، چرا نمیرید علوم دینی رو یاد بگیرید، برگردید دست جوانای دیگه هم بگیرید، اونها رو هم آگاه کنید. هر کسی که استعدادش رو داره، تواناییش رو داره باید بره. الحمدلله دکتر مهندس تو این جامعه به اندازه کافی داریم، خدا زیادشون کنه. اما مبلغ در این جامعه به اندازه کافی نداریم. پدر مادرهای عزیز، اونهایی که میتونن فرزندانی دارن، میدونن که استعداد این رو دارن که در این علوم پیشرفتی کنن، حتما باید تشویق کنن فرزندانشون در این امر، سعی کنن از نظر مالی ساپورتش کنن، چند سالی درس بخونه، برگرده برای جامعه در اینجا مفید باشه. عزیزان، من فارسی زبان برای فرزندان شما شاید امروز به درد بخورم، شاید متوجه شون این فرزندان شما، اما فرزندان فرزندان شما یقیناً به این مجالس نخواهند آمد، چون چیزی نمیفهمن. اونها یک سری مبلغین میخوان از فرهنگ خودشون باشه، زبونشون رو بلد باشه، نه تنها زبونشون بلد باشه، فرهنگشون هم بدونه، با اونها بزرگ شده باشه، بفهمش، اونها رو درک کنه. لذا پدر مادرهای عزیز
به این نکته توجه کنن. این وجوب کفایی برگردن تک تک شما عزیزان هست، مثل نماز، روزه، حج، این همه که از واجب‌های الهی است. در این رابطه کوتاهی نکنید ان شاء الله. صلوات اینا بفرمایید. در شب‌های گذشته مطلبی خدمت شما عزیزان عرض شد در ارتباط با سید الشهدا علیه السلام، در این رابطه که امام حسین علیه السلام برای چه کشته شدن. خب مطالبی رو عرض کردیم، گفتیم که امام حسین علیه السلام فدای ولایت شدن. مردم زمان ایشان نسبت به امامت و ولایت جهل داشتن و این جهالت منجر به زلالت و گمراهی گشته شده بود. لذا امام حسین علیه السلام بذل کردن خون قلبشان را تا جامعه نجات پیدا کنند. خب اینجا یک شبهه‌ای رو هر ساله با آغاز محرم وهابیا مطرح میکنن که شما شیعیان خودتون امام حسین رو کشتید، خودتون امام حسین رو کشتید، خودتون هم دارید واسهش گریه میکنید و عزاداری میکنید. این شبهه رو هر سال با یک سری برنامه های فراوان و هزینه فراوان مطرح میکنن. خب ما گفتیم که ما چیزی غیر از این گفتیم، گفتیم اصلا اونها جهل داشتن نسبت به امامت. خب این شبهه را چگونه میشود پاسخ داد؟ پاسخهای زیادی داره. کتابیست به نام، من تقاضا میکنم عزیزان جوانان محترم، من خوشم اومد چند شب پیش یکی از جوانها اومد گفت در این ارتباط چه کتابهای معرفی میکنید؟ یکی از عزیزان گفت من میخوام برم این علوم رو یاد بگیرم. احسن به این غیرت، احسن به این وظیفه شناسی. در این رابطه کتابی هست به نام ناگفته های از عاشورا، برای آیت الله سید علی میلانی، کتاب خوبی است، در اینترنت هم موجوده، جواب های مختلفی داده شده. ما اینجا یک جواب میدیم، البته بحث طولانی یه مقدار طول میکشه، شاید امشب و فردا طول بکشه این بحث. میگم جواب های مختلفی داده میشه، ما یک جواب ان شاء الله خواهیم داد. جواب ما اینه، ما باید اول ببینیم که منظور شما از شیعه چیه، منظور ما از شیعه چیه. ببینیم آیا دعوامون عنب و انگوره یا نه، دعوا سر یه مسئله حقیقیه. مراد شما از شیعه چیه؟ شما که میگین شیعیان امام حسین رو کشتن، یعنی چی شیعیان؟ شیعه یعنی کی؟ چه کسی؟ به چه کسی شیعه میگید؟ و ما به چه شخصی شیعه میگوییم؟ این باید اول تبیین بشه. این تبیین بشه جواب داده میشه. اول ما منظور و مرادمون رو از شیعه بیان میکنیم. شیعه کیه؟ در کتاب صفات شیعه برای شیخ صدوق رحمت الله علیه ایشان روایتی رو نقل میکنن که شیعتنا المسلمون لامرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا. حضرت فرمودن شیعه سه تا ویژگی داره. حضرت حد و مرز تشیع رو مشخص کردن، خط کشی کردن، این حد و مرز تشیع. اینا رو داشته باشی شیعه ای، اینا رو نداشته باشی ولو فکر کنی شیعه ای ولی شیعه نیستی. حد و مرز تشیع اینه. خیلی موقع ها در روایات علاماتی واسه تشیع و ایمان ذکر شده، مثل اینکه مثلا 51 رکعت نماز در روز با نمازهای نوافل میخواند انسانی که مؤمنه، زیارت 40، انگشتر در دست راست کردن، اینها به عنوان علامات مؤمن ذکر شده. اما نفرمودن کسی اینها رو نداشته باشه دیگه شیعه نیست. اما در این حضرت
ایشان میفرمایند در این روایات حضرت میفرمایند فمن لم یکن کذالک فلیس منا، کسی اینها رو نداشته باشه از دایره تشیع خارج اصلا. اینها چیست؟ یک، المسلمون لامرنا، شیعیان ما تسلیم محض اوامر ما هستن، تسلیم بدون چون و چرا هر سخنی بگوییم گوش میکنه. چرا؟ چرا ما باید تسلیم حرف اهل بیت علیهم السلام باشیم؟ به چه دلیل؟ خوب توجه کنید، ما خداوند را عالم میدانیم، خلق کل شیء و هو به کل شیء علیم، خدا نسبت به همه چیز علم دارد. شیء، لفظ شیء عام‌ترین لفظ عربه، همه چیز رو شامل میشه، محسوسات، غیر محسوسات، افکار، اقوال، تمام این اشیایی که دور براتون هست بهشون خب شیء گفته میشه دیگه، تمام این چیزها. حتی به خدا هم در روایت داره که میشود شیء گفته شود، البته شیء اون لا کل اشیا. شیء خیلی لفظ عامی است. در این آیه قرآن خداوند میفرماید و هو به کل شیء علیم، خدا به تمام چیزها، باز این کل هم اومده برای تأکید، همه چیز رو میدونه. من برای تقریب به ذهن عرض میکنم، یه مهندسی یه ساختمونی رو درست میکنه، از ابتدای درست کردن اون ساختمون، خب با اون ساختمون بزرگ شده، فونداسیونش رو درست کرده، آجراشو چینده، اون ستونهاشو گذاشته، برق کشیشو بوده، لوله کشیشو بوده. الان ازش بپرسی این ساختمون لوله هاش از کجا رد شده، بهت میگه از پشت دیوار، بهت میگه کجاست لوله هاش، برقاش از کجا رد شده، دقیقا بهت مسیرشو مشخص میکنه. خودش درست کرد، بلده چیکار کرده دیگه. خداوند تبارک و تعالی خلق کل شیء، همه چیز را آفریده، نسبت به همه چیزم علم داره، تک تک اشیا. اون وقت نه تنها علم دارد، او عادل است. نه تنها علم به تمام اشیا و به مصالح و مفاسد احکام دارد، مصالح و مفاسد اشیا علم دارد، بلکه عادل هم هست. عادل است یعنی چه؟ یعنی خداوند هر چیزی را در جای خود می نهد، عدالت دارد. اگر چیزی واسه ما مفسده داشته باشه نمیگه انجام بدید، اگر چیزی برای ما مصلحت داشته باشه میگه انجام بدید. اگر فرضاً نماز ظهر این گونه واسه برای ما مصلحت داشت که 3 رکعت بخونیم، خداوند نمیگفت 4 رکعت بخونیم. اگر نماز صبح این گونه برای ما مصلحت داشت که 2 رکعت بخونیم، نمیگفت ببخشید 3 رکعت مثلا بخونیم، نمیگفت 2 رکعت بخونید. مصلحت و مفسده ما را اولا میداند و دوما ظلم نمیکنه در حق ما، عدالت رو رعایت میکنه، اون چه که مصلحت و مفسده ما هست رو بیان میکنه. این دو تا مطلب. خب وقتی این دو تا رو کنار هم دیگه بگذاریم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که خداوند در قرآن میفرماید که لا یسأل عما یفعل. خداوند چون که عالم است به تمام اشیا و عادل است، در حق من و شما ظلم نمی کند، هر امری که می کند باید بیچون و چرا گوش کنید. لا یسأل عما یفعل، خداوند از آنچه که انجام می دهد سؤال نمی شود. خدایا چرا نماز صبح واجب کردی؟ چرا شراب رو حرام کردی؟ چرا گوشت خوک رو حرام کردی؟ چرا گوشت غیر ذبیحه رو حرام کردی؟ لا یسأل عما یفعل، خدا سوال نمیشه چون او عالم است، او عادل است. همین عقلی که من و شما هم داریم خود خدا به ما داده. خداوند اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، من و شما را خدا از این از دل مادرهامون بیرون آورد در حالی که هیچ نمیدونستیم. همین یک ذره علمی هم که داریم خود خدا به ما داده، همین عقلی هم که داریم
خود خدا به ما داده. حالا با همین عقل میخوام بگیم که خدای تو چرا اینو واجب کردی، چرا اونو حرام کردی؟ خدا همین عقل خودش بهت داده. لا یسأل عما یفعل. پس باید تسلیم محض خداوند باشیم. خب این اثبات کرد تسلیم در برابر اوامر الهی رو. ما سخنمون اینجا بود که شیعتنا المسلمون لامرنا، شیعیان کسانی هستند که تسلیم امر اهل بیت علیهم السلام هستند. چرا تسلیم امر اهل بیت باشیم؟ علتش آن است که خداوند در آیه قرآن می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید یک، از رسول اطاعت کنید سه، از اولی الامر. مضاف در لغت عرب حکم مضاف الیه رو داره. میگیم زید و عمر آمدند، زید و عمر آمدند. خوب توجه کنید، این دو نفر رو به همدیگه اضافه میکنیم، مضاف و مضاف الیه. یه حکم واسه شون ثابت میکنیم، حکم آمدن. این حکم برای هر دوشون به یک سان ثابت میشه. خداوند میفرماید که در آیه دیگری هست اطیع الله و رسول، خدا و رسول را اطاعت کنید. این دوتا به همدیگه اضافه شده، در کنار هم قرار گرفته شده، یه حکم اومده رو این دوتا، حکم اطاعت. یعنی همونطوری که از خدا اطاعت میکنید، که گفتیم به چه گونه است، به چه حالته، اطاعت مطلقه، اطاعت بدون چون و چراست، همون حکم برای رسول هم ثابت میشه، اطیع الله و رسول. چون اینها مضافون مضافون الیه هستن، یه حکم دارن. در این آیه خداوند میفرماید اطیع الرسول و اولی الامر منکم، رسول و اولی الامر رو اطاعت کنید. اینجا رسول و اولی الامر در کنار هم دیگه قرار گرفته شدن، یه حکم داره روشون، اونم اطاعت. یعنی همون طوری که از رسول اطاعت میکنید، که گفتیم چگونه اطاعتیست، اطاعت بدون چون و چرا، اطاعت مطلق، باید همون اطاعت رو هم از اولی الامر داشته باشید. حالا اولی الامر چه کسانی هستن؟ جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و محمد و عجل فرج و لعن عدوه، سوال کرد یا رسول الله ما خدا رو شناختیم. در رابطه با این آیه سوال کرد، رسول رو هم شناختیم، ما میشناسیم، این اولی الامر دیگه چه کسانی هستن؟ سوالش رو این گونه مطرح کرد، گفت فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. قرن الله طاعتهم، خدا مقرون کرده. همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، مضاف مضاف الیه، همین مطلب داره میگه. یعنی میگه این اطاعت اولی الامری که در کنار اطاعت رسول قرار گرفته، مردم عرب اینگونه میفهمن که باید یه حکم داشته باشه. مقرون هم وقتی قرار میگیرن، کنار هم یه قرار میگیرن با یک فعل امر، معنیش اینه که یک نوع اطاعت باید باشه، اطیع الله و رسول. این اولی الامر چه کسانی هستن؟ حضرت دونه دونه نام بردن، امیر المؤمنین، امام مجتبی علیه السلام، سید الشهدا، امام سجاد، تا ولی عصر، امام زمان صلوات بفرستید از جلال الله تعالی فرجه شد. اینها اولو الامر هستن که همونطوری که از خدا اطاعت میکنید که اطاعت محض است، از رسول اطاعت میکنید اطاعت محض، از این افراد هم همینطور. چرا؟ چون این افراد مانند پیغمبر اکرم لا ینطقون عن الهوا، هر چی حرف میزنن از هوا نیست، ان هو الا وحی یوها، هر چی میگویند سخن الهی است. کلامکم نور و امرکم رشد. کلام اهل بیت علیهم السلام نور است، هدایت است، سعادت است، رشد است، بالندگی است، سعادت، درش ذره ای خطا و اشتباه و ضلالت و گمراهی راه نداره، تاریکی راه نداره. کلامکم نور،
گفتیم علتش رو در شب های گذشته، چون مشیت اهل بیت علیهم السلام. حضرت فرمود ان قلوبنا اوئیت لمشیت الله، مشیت اهل بیت علیهم السلام همون مشیت پروردگاره. وقتی که امام زمان کلامی رو بیان میکنن، این دال بر این است که خداوند اون لفظ رو اراده کرده است که بر زبان امام زمان جاری شود. اذا شاء شئنا شاء الله، که روایت رو عرض کردم قبلا، مشیت اهل بیت. لذا هر کلامی که اهل بیت علیهم السلام بیان بفرماین کلام الهی است، لذا باید تسلیم محض باشیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده. دین خدا، شما به دین خدا نمیتونید برسید با یک سری همین عقول ناقصتون، یک سری آرائتون، هوا و هوس هاتون، قیاس هاتون، مصالح مرسله و قیاس و اینها برای ماها نیست، برای ابو حنیفه است. اول من قاس ابلیس، اونها پیروان سقیفه. ابو حنیفه ای که سخن در رابطهش زیاد داریم، کلام طول میکشه با این حرف بزنیم. تک تک روایات پیغمبر اکرم رو کنار گذاشت، گفت این ضعیفه، این ضعیفه، این ضعیفه، چند تا روایت بیشتر نموند. گفت خب چه خاکی بر سرم بریزم؟ قیاس رو ابداع کرد. ابداع که نکرد، ولی گذشتگان خودش بود. ابداع رو در دین اسلام وارد کرد، قیاس رو در دین اسلام وارد کرد، قیاس کرد. حضرت فرمودن با قیاس به دین خدا نمیرسید. بعد حضرت فرمودن ولا یصاب الا بالتسلیم، شما به دین خدا نمیرسید مگر به واسطه تسلیم. ما مسلمانیم. مسلمان یعنی چه؟ یعنی تسلیم محض. ولا یصاب الا بالتسلیم فمن سلم لنا سلم. کسی که تسلیم محض اوامر ما باشه سالم میباند از زلالت ها و گمراهی ها. و من اقتدا بنا هدیه، کسی که اقتدا به اوامر ما کند هدایت میابد. و من کان یعمل بالقیاس و رأی هلک، کسی که عمل به قیاس و رأی خودش بکنه، من امروز اینچنین میپندارم مصلحت اینگونه است که اینچنین عمل بکنم. حالا من یک ذره شراب بخورم چه میشود؟ من مصلحت میبینم بخورم. حالا گوشت ذبیحه با غیر ذبیحه چه فرقی میکنه؟ مگه من مصلحت میبینم بخورم؟ کسی که دنبال افکار و یک سری آراء باطله اینگونه برود و سراغ اهل بیت نرود، هلکه. و من وجد فی نفسه شیء، خوب دقت کنید، حضرت نفرمودن کسی که منکر کلام ما بشه، فرمودن و من وجد فی نفسه شیء مما نقوله. کسی وقتی حرف ما رو میشنوه، امر ما رو میشنوه، یک شک و شبهه تو دلش درست میشه. او نقوی بهی حرجا، وقتی که حرف ما رو میشنوه سنگی میاد واسش. واقعا این جوریه؟ یعنی واقعا دیه زن مثلا نصف مرده؟ آخه چرا؟ ارث زن کمتر از مرده؟ حقوق بشر چی میشه؟ انجمن دفاع از حقوق نم کیکیا اینا چی میشه پس اینا؟ نه آخه اسلام و قرن 21 و اینا نمیشه. حضرت فرمودن کسی که شک و شبهه کنه در رابطه با کلام ما، کفره بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم، به اون کسی که خدا رو نازل به اون خدایی که قرآن رو نازل کرده کافر شده این شخص. چون اصلا اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم. کسی که تسلیم نباشه خب مسلمان نیست دیگه. کسی هم مسلمان نباشه حکمش معلومه. ابان ابن تقلب اومد خدمت امام صادق علیه السلام، سوال کرد یا ابن رسول الله، اگر مردی یک انگوش از یک زن قطع کنه دیش چقدره؟ حضرت فرمودن 10 شتر. سوال کرد اگر 2 انگوش از یک زن قطع کنه، حضرت فرمودن 20 شتر بعد دیشه که پرداخت کنه.
اگر سه انگوش قطع کنه، حضرت فرمودن 30 تا شطور. اگر 4 تا انگوش قطع کنه، حضرت فرمودن 20 تا شطور. خیلی واسش سنگین اومد. یا ابن رسول الله، شما فرمودی 3 تا انگوش قطع بکنه 30 تا شطور باید بده، 4 تا قطع کنه 20 تا باید بده؟ خیلی تعجب کرد، گفت یا ابن رسول الله این حرفا به ما در عراق میرسید. ما میگفتیم اینا حرفای شیطانیه، نعوذ بالله. معلوم شه این حقوق، این انجمن حقوق از دفاع زنان و اینا اون موقع همیست که بوده، فمینیست ها همیست که اون موقع بودن. گفتیم که ما اینا را قبول نمی کردیم. حضرت فرمودن و مهلن تون نرو، ساکت شو. ها کذا و حکم رسول الله، حکم رسول خداست، رسول خدایی که باید مطیع محض او باشی. ها کذا حکم رسول الله، که دیه زن تا یک سوم، تا سلس، تا بله سلس عرض کنم خدمتتون، بله تا سلس مساوی مرد، از سلس به بعد نصف میشه. تا سه تا انگوش مساوی چهارمی که رسید نصف میشه، به جایی که بشه 40 تا میشه 20 تا. حضرت فرمودن این حکم، حکم رسول خداست. بعد حضرت فرمودن انکه اخذتنی بالقیاس و سنت و ازاقیست محق الدین، تو با قیاس اومدی سراغ من، تو داری قیاس میکنی، فکر میکنی چون سه تا شده 30 تا، چهارمی هم باید بشه 40 تا، این قیاسه، قیاس نکن. در اسلام ما اطاعت محض داریم، علتش رو هم گفتیم، چون خدا رو عالم میدانیم، چون خدا رو عادل میدانیم، او در حق ما ظلم نمی کنه، مصالح و مفاسد ما رو درست میدونه. خدایی که میگه دیه زن نصف مرده، ارث کم، زن کمتر از مرد میبره، از اون طرف هم گفته که نفقه زن برگردن مرده. اگر زن در خانه کار کنه میتواند که مطالبات کنه حقوقش رو، اگر در زن در خانه کار میکنه، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد رو با اون شرایطش. اسلام رو کاریکاتوری نگاه نکنیم. کاریکاتور دیدید؟ یک گوش رو بزرگ میکنه از صورت یک نفر، دماغش رو، بینیش رو کوچیک میکنه، دهنش رو بزرگ میکنه، صورتش رو میکشه. متاسفانه افرادی که امروزه دارن ضد اسلام کار میکنن کاریکاتوری عمل میکنن، دیه زن رو نشون میدن، اینو نشون نمیدن که نفقه زن برگردن مرده. میگن ارث زن کمتر از مرده، اما نمیگن که نفقش برگردن مرده. همه رو با هم ببین، یه گوشه رو دیدی میگی که این چی؟ در اسلام ما عدالت داریم، نه مساوات. بعضی رو فهم میکنن عدالت یعنی مساوات، نه، عدالت مساوات معنیش نیست. عدالت یعنی هر چیزی جای خودش باشه. عدالت یعنی اینکه هر کسی اون مقدار که حقش هست ببره. بله بیان ببینید دیگه، در این کشورها مساوات هست، دیه مساوی، ارث مساوی، نفقه هر کسی بر عهده خودشه. خب چی میشه؟ صبح مرد میره سر کار، زن میره سر کار، بچه میره دنبال درس و تفریح و کار خودش، شب میان معلوم نمیشه همدیگه میبینن نمیبینن، میخوابن، صبح دوباره معلوم نیست یه سلام علیکی با همدیگه بکنن یا نه، دوباره سر کار، روز از اون روزی از اون. معذرت میخوام، معذرت میخوام، این مثل حیوان. چه زندگیست؟ نه تربیت فرزندی، نه پایه های مستحکم خانوادگی. این چیزیه که اسلام میخواد؟ یقینا نه. اسلام میگه نفقه برگردن مرده، یعنی زن بماند در خانه تربیت کند فرزند را. فکر میکنن تربیت کردن فرزند امر کوچیکیه. اگر فرزند درست تربیت نشه جامعه فاسد میشه، جامعه به هم میپاشه، امر کوچیکی نیست. یک سری چیزها رو ما از احکام الهی شنیدیم نمیدونیم علتش چیه، اما دلیل نمیشه قبول نکنیم، چون خدا را عالم میدانیم، عادل میدانیم، هرچی گفته درسته. یک مبلغ بهایی بود میگفت این مسلمان ها وقتی که جلوب میشن دستشون رو میشورن، پاشون رو میشورن، سرشون رو میشورن، چرا به دست و پا داره؟
در حالی که پیغمبر اکرم خب فرمودن تحت کل شعرتن جنابه، زیر هر موی جنابت است. یکی از عزیزانی که در امریکا تحصیل میکرد میگفت، تحصیل علوم پزشکی میکرد، میگفت استاد ما خب مسلمونم نبود اصلا، از این چیزا خبرم نداشت، اطلاع نداشت پیغمبر اکرم همچین سخنی فرمودن. گفت تحقیق کردیم دیدیم وقتی کسی محتلم میشود از زیر هر موی زیرش یک پیازچه وجود داره، زیر پوستش از هر پیازچه مو یک ماده ترشح میشه، هر پیازچه مو یک ماده ترشح میکنه در اون هنگام. و پیغمبر اکرم اون زمان این حرفو زدن، تازه یک سری تازه علتشو فهمیدن، که خیلی حرفا هست هنوز ما بهش نرسیدیم، علتشو نفهمیدیم. خیلی حرفا هست بعضی چیزاشو فهمیدیم، خیلی چیزاشو، خیلی از علل دیگرشو نفهمیدیم. مصالح و مفاسد احکام رو ما درک نمی کنیم، خدا می دانه. لذا باید مطیع محض باشیم. سهل ابن حسن خراسانی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که از خراسان اومده بود، گفتش که یا ابن رسول الله شما خونتون نشستید، 100,000 شمشیر زن آماده، امر شما، یا الله بسم الله امر کنید ما شمشیر بکشیم، قیام کنید حکومت رو بگیرید، چرا نشستید در خانه؟ مثل همین زمان ما که میگن چرا فلان آقا حرف نمیزنه، چرا قیام نمیکنه، هیهات بین از ذله، از این شعارهای قشنگ، پاشید حرکت کنید شمشی بکشید قیام کنید، چرا علیه فلان کار این آقا حرف نمیزنه، اون جی نمیکنه، اینطوری نمیکنه. مشکل اینجاست که این عالم اسلام تاریخ رو خونده، دیده همونایی که اونور میدون صبح داد زدن مرده زنده باد زنده باد مصدق، اونور خیابون رفتن بعد از ظهر گفتن مرگ بر مصدق، مرگ بر. مردم اینجوری هن، حالا خون شیعه رو به بازی بگیره، بخواد حرفی بزنه، کاری کنه، شوخی نیست. مرحوم سید احمد خونساری در زمان شاه میگفتن که یک کاری انجام شده بوده، متدینون اومدن خدمت ایشون گفتن که آقا بیاید یک اعتراضی کنیم، ایشون قبول کرده بودن، متدین جمع شدن جلو خونهشون اعتراض کنن. بعد که اعتراض کرده بودن، خب در اون هنگام این آجانا، این پلیسا اومده بودن اونجا، یک چوب یکی زده بود بر سر یکی از این متدینین، خون اومده بود، شون رفتن داخل منزل درو بستن، گفتن آقا جان چی شد، چرا اعتراض نکردی؟ شون فرمودن حرف از خون شیعه وسط اومد، من نیستم، من به امام زمانم نمیتونم جواب بدم. خون شیعه شوخی نیست، بازی نیست، خیلی در اسلام محترمه. یا ابن رسول الله چرا قیام نمی کنید؟ 100,000 شیعه دارید شمشیر زن؟ حضرت فرمودن اون تنور رو میبینی؟ اونجا تنور رو؟ گفت بله. حضرت فرمودن برو داخل اون تنور بشین. گفت یا ابن رسول الله غلط کردم، منو ببخشید، حرف اشتباهی زدم، بی‌ادبی کردم. همون موقع یکی از اصحاب خاص حضرت اومد، هارون مکی، داخل شد، نعلین رو در آورد، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن که ای هارون برو داخل تنور بشین، بدون اینکه بگه چرا، چقدر، واسه چی، آخه من برم میسوزم، آخه رحم کنین، زن دارم، بچه دارم، چشم. رفت داخل تنور نشست. سهل ابن حسن خراسانی خیلی ناراحت شد، گفت ای بابا عجب سوالی کردم، بنده خدا سوخت، جزقاله شد، خاکستر شد. الان حضرت شوکم باش صحبت کردن، خب از خراسان چه خبر، چیکارا میکنی؟ حالا این داره تو دل خودش به خوش فحش و نفرین میده، چرا من این کارو کردم؟ بعد حضرت فرمودن که برو داخل تنور رو نگاه کن،
یه رفت نگاه کرد دید این هارون مکی چهارزانو نشسته داره اون نگاه میکنه. حضرت فرمودن بیا بیرون. آمد بیرون. سوال کردن از این سهل خراسانی چند نفر مثل این داری تو خراسان؟ به من میگی بیا قیام کن. گفت یه دونه هم نداری. تسلیم یعنی این. امام زمانت بهت گفت برو داخل تنور بنشین، نگی چرا. بفهمی این رو، معرفت داشته باشی نسبت به امام زمانت که او ولی الله هست، هر حرفی بزنه حرف خداست. لا ینطق عن الهوا، سخن از هوا و هوس نمیزنه، حرفش حرف خداست. حضرت به یکی از اصحابشون فرمودن من اگه به تو بگم این سیب نصفش حرامه نصفش حلاله قبول میکنی؟ گفت بله. حضرت تحسیش کرد، یه سیبه نصفش حرام نصفش حلال، بله قبول میکنی. این یعنی تسلیم یک شیعه نسبت به امام زمانش. در همین زیارت عاشورا میخوانیم انی سلم لمن سالمکم، من سلمم با شما یا اهل بیت نبوت. سلم یعنی چه؟ در زبان عرب میگویند حمل مصدر بر ذات جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی زید عدل است، زید ظلم است، زید علم است. بعد بگی زید عادل است، اسم فاعل به کار بری، زید عادل است، زید ظالم است، زید ظلم کننده است. نمیگید که زید ظلمه، زید عدله، درسته؟ مصدر استفاده نمی کنی. مگر در یک جا، و اون جایی که مثل اینکه بگی علیون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عدلون. یعنی چی؟ یعنی چی امیر المؤمنین عدله؟ یعنی اونقدر در عدالت اوج گرفته است، اونقدر عدالت رو جاری ساخته، چه عدالت شخصی چه عدالت در جامعه، اونقدر عدل در عدالت اوج گرفته که اینهو انگار این عدل شده. ما در اینجا نمیگیم که ما انی سلم لمن سالمکم، در اینجا ما نمیگیم که ما اسم فاعل استفاده نمی کنیم، نمیگیم متابعت کننده هستیم در مقابل عوامر شما، نمیگیم تسلیم شده هستیم در مقابل شما، نه میگیم اصلا ما سلمیم. یعنی اونقدر در تسلیم بودن در عوام در مقابل عوامر شما ما اوج گرفتیم، اصلا سلم شدیم. کلمیت بین یدی القصال، میت رو دیدید وقتی که میخوابونن دارن قسلش میدن از خوش هیچ تکانی نمیکنه دیگه، اون قصال شستشوش میده از این ور از اون ور، تکان نمیخوره. ما اینگونه در برابر شما تسلیم هست. الشیعتنا المسلمون الامرنا، یعنی این اولین ویژگی شیعه است. دومین ویژگی، این دومی رو بیان بکنیم انشاءالله ویژگی سوم برای فردا. حضرت فرمودن شیعتنا الاخذون به قولنا، شیعیان قول ما رو اخذ میکنن. در مسائل اعتقادی به دنبال این و آن نمیرون. علتش رو بیان کردیم، اهل بیت علیهم السلام باب الله هستن، اضافه فقط سراغ اهل بیت باید بریم. خداوند در رابطه با امیرالمؤمنین میفرماید قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ای رسول خدا به مردم بگو بین من و شما کفایت میکند کسی به عنوان گواه و شاهد که خدا باشد و اون کسی که نزدش علم الکتاب است، علم تمام کتب در دست اوست. این کیست؟ این چه کتابی است؟ حضرت فرمودن این کتاب همون کتابی است که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تمام علوم دنیا در این کتاب ریخته شده. اون وقت این شخص عالم است به تمام این علوم. او کیست؟ امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. و اهل بیت اسم و تارد علیهم السلام اونها عالم هستن به این علوم، رضا فقط باید در خونه اونها رفت در مسائل اعتقادی. الاخذون به قولنا،
شیعیان فقط در مسائل اعتقادی سراغ اهل بیت علیهم السلام میرن. حضرت خطاب به دو نفری که اومده بودن خدمتشون فرمودن شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. به شرق عالم بروید، به غرب عالم بروید، هیچ علم صحیح پیدا نمی کنید، هیچ علم صحیح پیدا نمی کنید الا اون چیزی که از نزد ما اهل بیت خارج بشه. توحید، فراگیری علم توحید راه دارد، راهش زانو زدن در مقابل کلام معصومین است، راهش خواندن توحید صدوق و توحید مفضل و اینهاست، نرفتن سراغ اقوال و اچرات و اپرات فلاسف و سقراط و افلاطون و اینها. دین ما دین این چیزا نیست، دین ما دین امیرالمومنین کلام اهل بیت علیهم السلام. حضرت در روایتی فرمودن کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک به عروت غیرنا. دروغ میگوید کسی که میگوید من شیعم در حالی که تمسک کرده است به ریسمان کسی دیگری، به جای اینکه در مقابل ما اهل بیت زانو بزند در مسائل اعتقادی، مرید این و آن گشته متاسفانه. این دو ویژگی شیعه است که یک المسلمون لامرنا، تسلیم محض اهل بیت علیهم السلام در احکام، در شرایع، در مباحث تکلیفی، و یکی اخذ کردن به اقوال ایشان در اعتقادات. انشاءالله در شب آینده در رابطه با ویژگی سوم که المخالفون لاعدائنا صحبت میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک، یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین شب آقا علی اصغر امام زمان برای علی اصغر نوحه خوانی کرده در زیارت ناحیه می فرمایند السلام علی الطفل الرضیع المذبوح بالسهم فی حجر ابی، سلام بر آن طفل شیرخواری که در آغوش پدر ذبح شد. یا صاحب الزمان، آقا جان شما به این مجلس قدم بگذارید یا ابن الحسن. آقا مگه میشه نیایی شب علی اصغر، گمونم گمون کنم جلو در
نشستی پیش مادر. یا ابن الحزن آقا کجایی؟ باید خودت بخونی روزه قحط آب و شرم دل عموز و داغ دل رباب. و آقای من کجایی؟ همه آقای من کجایی؟ آقای من به به صدا بزن، امشب ساکت نباشی یا شب علی اصغره، همه روز خان علی اصغر باشی. من کجایی؟ لالایی 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 علی اصغر آخ لالا لالایی گل پونه قناری بی آب و دونه. خدا خودش روزی رسونه. علی اصغر ناراحت نباش لالایی، علی اصغر لالایی، علی همه امشب بگن لالایی علی اصغر، همه همه لالایی بخونیم بچه بیدار نشه. لالا مادر تو بدون شیره این لب یا که کبیره، یا الله این لب یا که کبیره. پسرم گریه نکن صداد میگیر، علی اصغرم لالایی علی اصغر لالایی علی اصغر لالایی. گفتن بگن به سقا دیگه داره میشه دیر، زودتر وگر نبچم میفته از شیر. گفتم بگم به بابا فکری برا آتش گون، مادر علی اصغرم رو دست من کم به هوش بیا و قش گون. ای علی لالای علی اصغر لالا پرستوی سرخ و سفیدم، کی گفته من شیرت نمیدم؟ شیری نمونده امیدم،
اما خانم حرفی زد جگر ابی عبدالله آتش گرفت با گریه هات عزیزم دل مرا مسوزان از تشنگی زبون و دور لبه من خواهش دارم شما بلند شین این بچه رو نشان بدین مگه چقدر آب میخوره این بچه مگه این بچه چقدر آب میخوره زور خدا نگاه کنین به گلوش مگه چقدره خانم را به آب داد به دست ابی عبدالله گفت حسین من بچم دیگه داره از دست میره تو را خدا به اون آبی بده ابی عبدالله وسط میدان آمد صدا زد یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اگه به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید امشب یواش گریه نکنی امشب باید داد بزنی و علی اصغر یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اگه منو میخواین بکشید چرا این بچه رو بهش آب نمیدین فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذذ عطشا مگه نمیبینین چطور داره تلذی میکنه تلذی یعنی چی؟ وقتی ماهی از آب بیرون میفته از تشنگی داره جون میده بالا پایین میپره به این میگن داره تلذی میکنه نگاه کنین علی اصغرم داره تلذی میکنه عمر سعد صدا زد ای حرمله مگه نمیبینی گلوی سفید علی اصغر رو آخ بمیرم یا صاحب الزمان آقا منو ببخشید چنان با تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر آخ سر از بدن جدا شد دستان ابی عبدالله خونینه ابی عبدالله بچه رو زیر عبا گرفت به طرف خیمه ها خجالت میکشه بچه ها دست بابا خونی شده گمونم شش ماه قربونی شده عباشو طوری رو اصغر کشیده گمونم خیلی خجالت کشیده آخه به رباب قول داده رفت به پشت خیمه ها راوی میگه دیدم ابی عبدالله با سر شمشیر قبر کوچکی کرد علی اصغر رو دفن کرد ابی عبدالله تمام شهدا رو میبرد داخل خیمه ها چرا علی اصغر رو دفن کرد نمیدونم شاید ابی عبدالله نمیخواست بعد از ظهر عاشورا زیر سم ازبان قرار بگیره آخه بدن کوچیکه چیزی از بدن باقی نمیمونه یا حسین صدا بزنید یا حسین
خوشنودی روح ابا عبدالله حسین یاران با وفای شهدای کربلا بالاخص باب الحوائج حضرت علی اصغر صلوات محمدی. خواهش می‌شود از برادران صفهای سینه‌زنی را مرتب کنین. چند لحظه ای را شب تاسوعای حسینی است. به یاد کربلا یا با عبدالله حسین به سر و سینه می‌زنیم. انشاءالله این عزاداری ها از همه ما و شما مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد. خواهش می‌شود برادران صفهای سینه‌زنی را هر چه زودتر مرتب کنن. شب تاسوعاست انشاءالله. این عزاداری ها از همه ما و شما بیریا خالصانه مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد. صلوات محمدی. هزار مرتبه گر سر برند از بدنم، هزار مرتبه گر سر برند از بدنم، خدا نیاورد آن دم که از تو دل بکنم. تمام عم سخن از تو گفتم چی شود، که وقت مرگ بود نامت آخرین سخنم. غریب مظلوم ابا عبدالله الحسین صلوات. گهواره خالی می شود با رفتن تو، گهواره خالی می شود با رفتن تو، دیگر نمانده فرصتی تا رفتن تو، گهواره خالی می شود با رفتن تو، گهواره خالی می شود با رفتن تو، گهوار گهوار خالی می شود تو، گهوار خالی می شود تو، دیگر نمانده فرصتی تا رفتن تو، دیگر نمانده فرصتی تا رفتن تو، حتی خدا با رفتنت راضی نمی شد، حتی خدا با رفتنت راضی نمی شد، عیسای من قربان بالا رفتن تو، گهواره خالی می شود با رفتن تو، گهواره خالی می شود، گهواره خالی می شود، گهواره خالی می تنی تو، حتی خدا با رفتنت راضی نمی شد، حتی خدا با رفتنت راضی نمی شد، عیسای من قربان بالا رفتن تو، عیسای من قربان بالا رفتن تو، گهواره خالی می شود با رفتن تو، گهواره خالی می شود، گهواره تو، هر چیز را هر رفتن ناممکنی را، هر چیز را هر رفتن ناممکنی را، می شد که باور کرد الا رفتن تو، گهواره خالی می شود با رفتن تو، گهواره خالی می شود،
گهوار خالی می شوند گهوار خالی می شوند تو وقتی گناهی سر نمی زد از گلویت وقتی گناهی سر نمی زد از گلویت یعنی چرا یعنی معما رفتن تو یعنی چرا یعنی معما رفتن تو گهوار خالی می شود با رفتن تو گهوار خالی خالی می شود گهوار تو ای کاش می بردی مرا با چشمهایت ای کاش می بردی مرا با چشمهایت یا این که می افتاد فردا رفتن تو گهوار خالی می شود با رفتن تو گهوار خالی می شود با رفتن تو گهوار گهوار خالی تو وقتی که پا در عرصه حق میگذاری وقتی که پا در عرصه حق میگذاری فرقی ندارد آمدن یا رفتن تو فرقی ندارد آمدن یا رفتن تو گهوار خالی میشود با رفتن تو گهوار خالی خالی می شود گهوار تو حتی خدا با رفتنت راضی نمی شد حتی خدا با رفتنت راضی نمی شد عیسای من قربان بالا رفتن تو عیسای من قربان بالا رفتن تو گهوار خالی می شود با رفتن تو گهوار خالی می شود با رفتن تو گهوار تو وقتی که پا در عرصه حق میگذاری وقتی که پا در عرصه حق میگذاری فرقی ندارد آمدن یا رفتن تو فرقی ندارد آمدن یا رفتن تو گهوار خالی میشود با رفتن تو گهوار خالی خالی می شوند خوشنودی باب الحوائج حضرت علی اصغر صلوات محمدی من برای خدا دست گل میبرم باشد این دست گل غنچه پرپرم هدیه داورم اصغر پرپرم هدیه داورم اصغر پرپرم هدیه داورم هدیه
چهره لالگون می پسندد خدا، چهره لالگون می پسندد خدا، هنجر غرق خون می پسندد خدا، هنجر غرق خون می پسندد خدا، من برای خدا دست گل می برم، باشد این دست گل غنچه پرپرم، هدیه داورم مسخر پرپرم، هدیه داورم. هدیه داورم. خنده کن تا که از خون خضابت کنم، خنده کن تا که از خون خضابت کنم، بر سر دوش خدا فتابت کنم، بر سر دوش خدا فتابت کنم، من برای خدا دست گل میبرم، باشد این دست گل غنچه پرپرم، هدیه داورم داورم مسخر پرپرم، هدیه داورم، هدیه داورم. هدیه بر خالق داورت می کنم، هدیه بر خالق داورت می کنم، پیش تیر بلا سپرت می کنم، پیش تیر بلا سپرت می کنم، من برای خدا دست گل می برم، باشد این دست گل غنچه پرپرم، هدیه داورم مسخره پرپرم، هدیه داورم، هدیه سینه و دست من شده گهوارد، سینه و دست من شده گهوارد، گشته تقدیم حق گلوی پارد، گشته تقدیم حق گلوی پارد، من برای خدا دست گل میبرم، باشد این دست گل غنچه پرپرم، هدیه داورم مسخره پرپرم، هدیه داورم، هدیه عهد من با خدا از تو کامل شود، عهد من با خدا از تو کامل شود، قسمت جای شیر تیر قاتل شود، قسمت جای تیر تیر قاتل شود، من برای خدا دست گل میبرم، باشد این دست گل غنچه پرپرم، هدیه داورم مسخره پرپرم، هدیه داورم، هدیه گرچی با سن کم تو علی اصغری، گرچی با سن کم تو علی اصغری، بر روی دست من حجت اکبری، بر روی دست من حجت اکبری، من برای خدا دست گل میبرم، باشد این دست گل غنچه پرپرم، هدیه داورم اصغری پرپرم، هدیه داورم، بر خاتمان بیا محمد صلوات. برای شفای مریضان صلوات بلند.
امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن یک لحظه با سوز دل در سوگ یاران سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب جا بگو ای سینه زن از بحر جانان سینه زن یادآور غم ها بشو یادآور غم ها بشو با چشم گریان سینه زن با یاد آل مصطفی با یاد آل مصطفی ناطق قرآن سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب امشب بیا ای سینه زن از بحر یادآور غم ها بشو با چشم گریان سینه زن با یاد آل مصطفی ناطق قرآن سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب جا بگو امشب بیا خاطره ها زنده نما خاطره ها زنده نما با آو و افغان سینه زن بر کربلای پربلا از رنج طفلان سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب جا بگو امشب بیا ای سینه بر زینب زار و از این بر زینب زار و از این بر ظلم عدوان سینه زن بر اکبر و بر از غر لیلای نالان سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه یادآور غم ها بشو یادآور غم ها بشو با چشم گریان سینه زن با یاد آل مصطفی ناطق قرآن سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب بیا خاطره ها زنده نما خاطره ها زنده نما با آب و افغان سینه زن بر کربلای
پر بلا از رنج طفلان سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن امشب امشب بیا ای بر زینب زارو از این بر زینب زارو از این بر ظلم ادوان سینه زن بر اکبر و بر از غر لیلای نالان سینه زن امشب بیا ای سینه زن از بحر جانان سینه زن صلوات محمدی خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد غم خور آخر طبیب درد و مندان خواهد آمد آنقدر از کردگار خویش و تن امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد جهت قبولی طاعات و عبادات همه صلوات بلند پیشخوانی نوحه علی ازغر آرام جانم علی ازغر آرام جانم صلوات محمدی علی اصغر ای آرام جانم علی اصغر ای آرام جانم بگو علی اصغر ای آرام جانم علی اصغر ای زدی آتش به مغز استخوانم زدی آتش به مغز استخوانم علی اصغر ای آرام جانم علی اصغر ای آرام جانم علی علی اصغر بیا تا گیرمت یک دم در آغوش بیا تا گیرمت یک دم در آغوش عزیزم از چه رو گشتی تو خاموش علی اصغر ای آرام جانم علی با قربان گلوی غرق خونت با قربان گلوی غرق خونت با قربان
غم و رنج درونت، علی از غرای آرام جانم، علی از غرای آرام جانم، بلند علی عزیزم، ای گل پژمرده من، عزیزم ای گل پژمرده من، علی از غرم افسرده من، علی از غرای آرام جانم، علی ماشاءالله، علی از غرای بیا تا همچو گل بویت نمایم، ماشاءالله، بیا تا همچو گل بویت نمایم، علی از غرم افسرده من، علی از غرای آرام جانم، علی از غرای آرام، با قربان لب خوشگیدای تو، با قربان لب خوشگیدای تو، نظر دارم همی بر دیدای تو، علی از غرای آرام جانم، علی علا ای مرغ که خونین پر و بال، علا ای مرغ که خونین پر و بال، علا ای طفل که آشفته اول، علی از غرای آرام جانم، علی از بگهوار دم دیگر تو جا کن، بگهوار دم دیگر تو جا کن، تو با ردی گرای مادر نوا کن، علی از غرای آرام جانم، علی محمدی. خوشنودی روح ابا عبدالله الحسین، یاران با وفای شهدای کربلا، صلوات. برادران و خواهران، یک شنبه روز عاشورای حسینی است. طبق رسم هر سال، برنامه راهپیمایی یا مارچ است. از مجمع ساعت ده، پروگرام با زیارت عاشورا، سخنرانی و نماز ظهر عاشورا و نذر، بعد از آن هم به سوی هایت پارک کورنر میرن، از اونجا ساعت دو برگشت است به سمت مجمع تا ساعت چار، و اینجا هم شام غریبان است برادران، شب آخر است، شب یازدهم، شام غریبان
اصل اعضای ابا عبدالله حسین بعد از ظهر عاشورا که تمام یاران رفتند و قربانی شدند، بعد خود ابا عبدالله حسین رفت و قربانی شد انشاءالله به حق ابا عبدالله حسین که ما شیعان علی مرتضی در این راهپیمایی شرکت کنیم. ما نمایندگان مردمان هستیم در این ملک غریب انشاءالله که عزاداری ها به نحو احسن اجرا گردد. از همه ما و شما خالصانه بیریا مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد. صلوات محمدی صلوات دون بلندتر. برادرا جواب همگی میگین، کسایی که استاد هستن هم جواب بگین. صلوات محمدی. جواری خلقت انسان به جوان زرا بود، معنی کانل ایمان به زمان زرا بود. یا زرا ایدرکنی، یا زرا ساخت پیوند نبود به ما مد مکن، ساخت پیوند نبود به ما مد مکن. ترجمان در اما اصرار آن زرا بود، ترجمان در اما اصرار آن زرا بود. یا زرا ادرکنی، یا زرا ادرکنی، یا زهرا. همگی یاز بحری امواج فضیلت گوهر پاکی پا، بر امواج فضیلت گوهری پاکی پا. میری رخشنده تقوای زنان زرا بود، میری رخشنده تقوای زنان زرا بود. یا زرا ادرکنی، یا زرا ادرکنی، کمترین خادم دروازه قدرش جبریل، کمترین خادم دروازه قدرش جبریل. بایسی هستی این کون و مکان زرا بود، بایسی هستی این کون و مکان زرا بود. یا زرا ادرکنی، یا زرا ادرکنی، یا دل خوشگرچه خود از چرخ ستمگار نداشت، دل خوشگرچه خود از چرخ ستمگار نداشت. لیک تسکنده یفسرده دلان زرا بود، لیک تسکنده یفسرده دلان زرا بود. یا زرا ادرکنی، یا زرا ادرکنی، یا چشم خونبار علی روی مزارش میگو، چشم خونبار علی روی مزارش میگو. نگتی غنچه گلزار جنان زرا بود، نگتی غنچه گلزار جنان زرا بود. یا زرا ادرکنی، یا زرا ادرکنی،
یا زهرا سر فرزند عزیزش چو بخوا کستر دید سر فرزند عزیزش چو بخوا کستر دید بینی مدبخ دل شب ناله کنان زهرا بود بینی مدبخ دل شب ناله کنان زهرا بود یا زهرا ادرک نید یا زهرا ادرک نید یا چشم گلبان به گلی حارسی و روشن شد چشم گلبان به گلی حارسی و روشن شد دید در خواب کی اندر سر خان زهرا بود دید در خواب کی اندر سر خان زهرا بود یا زهرا ادرک نید یا زهرا ادرک نی یا بابی و شرح علم همسر آن باب یقی بابی و شرح علم همسر آن باب یقی کشور علم و عمل را دل و جان زهرا بود کشور علم و عمل را دل و جان زهرا بود یا زهرا ادرک نید یا زهرا ادرک نید یا زهرا خوشنودی روح با عبدالله حسین یاران با وفای شهدای کربلا شب تاسوعای حسینی است به حق باب الهوایج حضرت علی اصغر انشاءالله این محرم محرم آخر عمر ما نباشد صلوات محمدی پسند بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات هم بول فضلی علم دارم تو بودی یا روخم خارم کجا رفتی برادر جان زبادت به کسا یارم هم بول فضلی حلم دارم تو بودی یا روخم خارم جب کجا رفتی برادر جان زبادت به کس و یارم شدم من به کس و تنها حسیر لشکر عدا هم بول فضلی حلم دارم تو بودی یا روخم خارم هبول هبول فضلی علم دارم تو بودی یا روخم خارم مرا فدایت ای گل رعنا ندارم تا قطع دیگر زبادت زاده حیدر هم بول فضل ای حلم دارم تو بودی یا روغم خارم
علم گردد دو بی صاحب شده از دست من غایب بوده تفلان همه خسته چکام خشکی دواتش نه همول فضلی علم دارم تو بودی یا رو غم خورم عبول فضلی علم دارم تو بودی یا رو غم خورم سکین از آرون آلان است چو گل سم در پریشان است زبادت به کس و تنها چو زینب زارون آلان است همبال فضلی حلم دارم تو بودی یا رو غم خورم علم دارم بودی یا رو غم خورم زبادت به کس و تنها چو زینب زار و نالان است بریدن تف لگان امید لوایت بین و خون گردد شده ها بس سرم پر شد هم بول فضلی حلم دارم تو بودی یا رو غم خورم مرا یاد است پدر بودی فدایت ای گل رعنا ندارم تا قطع دیگر زبدت زاده حیدر حبول فضلی حلم دارم الله خوشنودی روح باب الهوائج حضرت علی اصغر هر چقدر ارادت به این طفل شش ماهه ابا عبدالله حسین داری صلوات محمدی برادران و خواهران روز یکشنبه عاشورای حسینی است تکرار سر تکرار همچنان که مستحضر است این طبق روال سالهای گذشته برنامه راهپیمایی یا مارش است از مجمع ساعت 10 پروگرام شروع می شود با زیارت عاشورا سخنرانی بعد نماز ظهر عاشورا که بسیار ثواب داره بسیار ثواب داره و بعد مختصر نظر است و بعد جماعت به سوی هاید پارک کورنر می رود از اونجا ساعت 2 تا 4 برگشت است به سوی مجمع اینجا هم شام غریبان شب 11 برقرار است که اصل اعضای ابا عبدالله حسین بعد از ظهر عاشورا آغاز می‌گردد انشاءالله که به حق ابا عبدالله حسین این محرم محرم آخر عمرت قرار نگیرد صلوات محمدی باز هم خوشنودی روح باب الهوائج حضرت علی اصغر انشاءالله به حق طفل شش ماهه با عبدالله حسین حاجت روا برگردی به منزلت صلوات پیشخوانی نوحه اصغر 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 اصغر
جهت برآورده شدن حاجات همه صلوات محمد پسند ختم فرمایید. اصغر گل سرخ انقلاب است، اصغر گل سرخ انقلاب است، اصغر 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 گل سرخ انقلاب است، لب تشنه کنار نهر آب است، لب تشنه کنار نهر آب است، تا شرح غم و بلا نوشتن، تا قصه کربلا نوشتن، تا شرح غم و بلا نوشتن، تا قصه کربلا نوشتن. مظلومی اصغر، مظلومی اصغر، آن داغ مکرر سرفصل مصیبت کتاب است. اصغر گل سرخ انقلاب است، اصغر 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 اصغر. نش گفته گل حسین باشد، سرفصل قیام کربلا شد. نش گفته گل حسین باشد، سرفصل قیام کربلا شد. شد کودک بیشید، شد کودک بیشید، حلقش هدف تید، زین غصه جان در التهاب است. اصغر 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 اصغر. مظلوم چو کسی ندیدن، طفل که به خون خود تپیده. مظلوم چو کسی ندیده، طفل که به خون خود تپیده. خون حنجر او، خون حنجر او، عشق مادر او، گویا ملال و به حساب است. اصغر 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 اصغر. هر چند علی اصغر است او، در رتبه ولی اکبر است او. هر چند علی اصغر است او، در رتبه ولی اکبر است او. بر جان امید است، بر جان امید است، بر تن و شهید است، در خیمه ز داغش استراب است. اصغر 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 اصغر. آب که حلال بر عوام است، بر آل علی چرا حرام است؟ آب که حلال بر عوام است، بر آل علی چرا حرام است؟ از کینه اعدا، از کینه اعدا، نور چشم زهرا، لب تشنه یک دو جرع آب است. اصغر گل سرخ انقلاب است، اصغر 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 اصغر. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیشخوانی نوحه. مانده تنها حسین سوی او بی امان، ماند تنها حسین سوی او بی امان. صلوات محمدی. ماند تنها حسین، ماند تنها حسین
سوی او بی امان مانده تنها حسین سوی او بی امان سنگ می بارد نیزه می آید سنگ می بارد نیزه می آید مانده تنها حسین سوی او بی امان مانده تنها حسین نیزه می بارد سنگ می بارد نیزه می آید گه نظر می کند او سوی خیمه ها گه نظر می کند او سوی خیمه ها گه سوی القمه می نماید نگاه شده تنها حسین شده تنها حسین این امیر سپاه صف به صف گرد او لشکر کوفیان صف به صف گرد او لشکر کوفیان مانده تنها حسین سوی او بی امان سنگ می بارد نیزه می آید سنگ می بارد نیزه می آید مانده تنها حسین نیزه می آید در رگ حنجری خنجری بوسه زد در رگ حنجری خنجری بوسه زد خنجر بر لب حنجرش بوسه زد یا با عبدالله الحسین بر رگ گردنش خواهری بوسه زد بر رگ گردنش خواهری بوسه زد ناله دل خراش میزد از عمق جان ناله دل خراش میزد از عمق جان مانده تنها حسین مانده تنها حسین سوی او بی امان سنگ می بارد نیزه می آید حسین مانده تنها حسین سوی او بی امان سنگ می بارد نیزه می آید گرد نش حسین هل هل شد بپا گرد نش حسین هل هل شد بپا کوفیان شادمان خیمه ها در عزا شد زمین پر خروش تو زمین پر خروش آسمان در فغان شد زمین پر خروش آسمان در فغان شد زمین پر خروش آسمان در فغان مانده تنها حسین مانده تنها نیزه می آید گه نظر می کند او سوی خیمه ها گه نظر می کند او سوی خیمه ها گه سوی القمه می نماید نگاه شده تنها حسین شده تنها حسین این امیر سپاه صف به صف گرد او لشکر کوفیان صف به صف گرد او لشکر کوفیان مانده تنها حسین سنگ می بارد نیزه می آید اجماعا صلوات اللهم صل علی خوشنودی روح ابا عبدالله حسین یاران با وفای شهدای کربلا شب تاسوعای حسینی است انشاءالله به حق باب الحوائج حضرت علی اصغر همه ما و شما حاجت روا گردیم صلوات محمدی
برادران باز تکرار می شود روز یک شنبه عاشورای حسینی است برنامه راهپیمایی یا مارچ برقرار است خواهش می شود از برادران و خواهران نهایت کوششان کنند در این برنامه شرکت کنند اجرشان با ابا عبدالله حسین صلوات محمدی یا رسول الله این حسین توست این بخون غلطان نور عین توست یا رسول الله این حسین توست این بخون غلطان نور عین توست زینب مستر با دو چشم تر بر سر نشه شاه بیاور یا رسول الله این حسین توست یا رسول الله این حسین توست این بخون غلطان نور عین توست این بخون غلطان نور عین توست زینب مستر با دو چشم تر بر سر نشه شاه بیاور کرد و رو سوی کرد و رو سوی قبر پیغمبر گفت و یا جدا این حسین توست یا رسول الله این حسین توست یا رسول الله این حسین توست توست یا رسول این حسین توست این حسین است ای خواجه لولاک این حسین است ای خواجه لولاک پیکرش اوریان پیکرش اوریان بر زمین سچاک مانده به غسل و به کفن در خاک یا رسول الله این حسین توست یا رسول الله این حسین توست یا رسول الله یا رسول الله امتت با ما بس جفا کردن امتت با ما بس جفا کردن با حسین تو ظلم ها کردن تشنه لب رسش تشنه لب رسش را جدا کردن سید بدها این حسین توست یا رسول الله این حسین توست یا رسول الله یا رسول الله این حسین توست کشته شد یک سر یار و انصارش کشته شد یک سر یار و انصارش اکبر و قاسم هم علم دارش اون و عبدالله از خریزارش یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حسن جان حسن جان حسین جان حسین جان یا حجت ابن الحسن یا حجت ابن الحسن از همه جا یا علی مدد یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه شب تاسوعای حسینی شب حضرت علی اصغر شب استجابت دعا برادران خواهران رو به قبله هرچه حاجت داری حاجتها مد نظر اما تو رو به خدا در رأس حاجات فرج امام زمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما فرج امام زمان